لیلی جان، میشه لطفا خیلی کوتاه خودتو معرفی بکنی برای کسانی که نمیشناسنت؟ ممنون، سپاس، درود به همه کسایی که دارن این برنامه رو میبینن. من الهه جمالی هستم. توی دنیای مجازی منو به اسم لیلی مو میشناسن. این بهترین دوستم این اسم روی من گذاشته و دیگه مونده. فعالیت های حقوق بشری من بعد از اینکه مهسا امینی رو به قتل رسوندن تو ایران روز 16 سپتامبر 2022 ادامه دار شروع شد و هنوز من برنگشتم خونه. تا روز آزادیم به جنگ و جدال بر علیه جمهوری اسلامی ادامه میدم و همیشه سعی کردم توی این یک سال و نیم گذشته تا جایی که میتونم گوش بدم به هموطنان و صداشون رو توی غرب انعکاس بدم، چون که تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اونم همینه که صدای هموطنامون باشیم توی ایران. همین، به غیر از این نمیشه، چون خیلی ها دوست دارن هی خط بدن که او از اینجا برین ایرانیا چه کار کنین چه جوری از نه همه ایرانیا دارن جوری که میتونن به طبق تواناییاشون و امنیت و دشواریایی که دارن قدم برمیدارن. منم خب در حد خودم همون کار رو انجام میدم. سپاسگزارم. لیلی جان، شما مجری برنامه روز ملی پرچم شیر و خورشید بودید در زادروز مجید رضا رهنورد. دلم میخواد و از لندن پا شدی اومدی اینجا پاریس به خاطر این برنامه. خیلی دلم میخواد توضیح بدی که تو با اینکه یک بچه بعد از نسل انقلاب، نمیدونم 15 سال 17 سال چقدر بعد از انقلاب به دنیا اومدی، چجوری شد که تو این رابطه عاطفی و رابطه با پرچم شیر خورشید رو پیدا کردی؟ تو که هیچ وقت اونو ندیدی، در این مورد توضیح بده اهمیت شد چی میدونی؟ خب تا اینجایی که من یادمه بیشتر ایرانی ها وقتی که توی اون دوران زمانی که ما نسل سوخته ها داشتیم بزرگ می شدیم زندگی دوگانه ای رو داشتن. بعد از انقلاب 57، بعد از همون شورش 57، ایرانی ها قبل از 57 توی خونه ها بودن، بیرون از خونه ها تظاهر به بعد از 57 و زندگی رو که باید تظاهر بهش میکردن رو داشتن. پس توی خونه ایرانی واقعیت ایران، شیر و خورشید ایران همیشه مونده و بوده و جزوی از وجود ماست. به خاطر همین اولین جایی که آزادانه ما میتونستیم دسترسی به پرچم شیر و خورشید داشته باشیم توی بیرون از ایران، همیشه پرچم تو خونمون بود و داشتیم، هر برنامه ایرانی داشتیم پرچم شیر و خورشید رو با خودمون میبردیم. ولی قبل از اون من خب اصفهان به دنیا بزرگ شدم. توی اصفهان توی بازار وکیل مسگرها همیشه دارن شیر و خورشید رو با تاج پهلوی درست میکنن. بخشی از زندگی ایرانیه شیر و خورشید، هرگز ازش نمیره. هر چقدر هم که سعی کنن خرچنگ روی پرچم زیبای ما بیارن، شیر و خورشید نماد ملی ماست و براش همه جای دنیا زندگی میکنیم، جشن میگیریم و افتخار میکنیم به این روشنایی و قدرتی که توی شیر و خورشید هست. مرسی از پاسخت. لیلی جان، تو الان فکر کنم 25 ساله در خارج از کشور هستی، خب در واقع اینجا بزرگ شدی. درست. رابطت با بچه های توی ایران چطوره و چی دوست داری بهشون بگی؟ وای، بچه های ایران که اصلا میشن اینسپریشن واقعی من. ببخشید دوستان، من فارسی یه ذره زنگ زده است. تمام نقطه نور و امید ما به بچه های ایرانه. این شور و شرارتی که بچه های ایران دارن توی ایران زندگی میکنن و باهاش ابزار جنگشون شده بر علیه جمهوری اسلامی، بچه های ایران دارن با وجود فقط می جنگن، با وجودی که دارن جلوی گلوله ها وایسادن. تنها کاری که من میتونم بکنم اینه که حداقل صدای اونا باشم بیرون از ایران. That's it. ما از شما دوریم، توی تبعیدیم، ولی برای شما داریم زندگی میکنیم. آخرش اینه. هر چقدر هم توی سوشال میدیا از خارج از ایران یا از اپوزیسیون خارج از ایران برای جمهوری اسلامی داستان و حاشیه میسازن و میذارن توی اینستاگرام و توییتر و اینا با هم بدن اونا با هم بدن، اینا همش داستان. دوستان، همونطوری که تمام ایران با هم یک پارچه است و هم بسته است، خارج از ایران هم ایرانی ها با هم
دستاشون تو دست همه و شونه به شونه دارن پشت سر شما می جنگن. داستانهای حاشیه‌دار رو اصلا بهش توجه نکنین. واقعیت واقعیته و جنگ ادامه داره، جنگ بر جمهور بر علیه جمهوری اسلامی ادامه داره و همکاری با دولت‌های خارجی برای براندازی با و گذر از جمهوری اسلامی ادامه داره. پس ما هم داریم اون کار میکنیم. درسته صدای شما هستیم، انعکاس دهنده صدای شما هستیم، ولی برای اینکه بتونیم صدای شما رو به گوش اونایی که باید بشنون برسونیم، ما هم همین کار انجام میدیم.